الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد إيمان آوردن به کتابهای الله عز وجل رکن از رکنهای ایمان است. کدام انسانی که به کتاب از کتابهای الله عز و جل نازل کرده اگر ایمان نآرد، ایمان او ایمان حساب نمی شود. در حدیثی که امام مسلم رحمت الله علیه از عمر بن الخطاب رضی الله عنه و ارضاه روایت کردم که حضرت جبرائیل علیه السلام در صورت مرد به نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده، از پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک چند چیزها را پرسید. از جمله سوالهای جبریل چنین بود که اخبرنی عن الایمان، درباره ایمان برای من خبر ده. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. إيمان إن أسكي إيمان بياري بالله عز وجل وبفرشتقان الله تعالى وبكتابه الله تعالى وبپیغمبران الله تعالى وإيمان بروز قيامت و به تقدیر این یکی و بدی بیاری. شش چیز، یعنی کدام انسانی که ان همین شش چیز و ایمان می آرد و انشاءالله مؤمن است و از دایره کفر به دایره اسلام می در آید، و کدام انسانی که به ان همین شش چیز یا به جزء از جزءهای ان همین شش چیز اگر ایمان نآرد، نام او مؤمن مسلمان نامیده نمی شود تا حتی به همین شش چیز ایمان بیارد. این ایمان آوردن به این شش چیز به نهایت چیزی مهم است. اگرچه یگان انسان شب و روز عمر خود را در اطاعت و طاعت گذرانیده باشد، لیکن به یگان چیز از همین بین شش چیز اگر ایمان نآورده باشد، عملهای او بیهوده است، روز قیامت از جمله دوزخی های ابدالآباد است. بنابراین این موضوع که موضوع مهم است و باید درباره این چیزا معلومات داشته باشیم و درباره این سخن کرده باشیم. امروز در جمعه های گذشته درباره ایمان به الله تعالی دو جمعه صحبت کرده بودیم، درباره ایمان به فرشته ها یک جمعه، درباره ایمان به پیغمبران صحبت کرده بودیم، و امروز انشاءالله درباره کتاب های الله عز و جل صحبت میکنیم که البته ایمان آوردن به کتاب های الله عز و جل این فرض است. کدام انسانی که ایمان نآرد و مؤمن و مسلمان نیست؟ الله عز و جل در قرآن کریم میگوید یا ایها الذین آمنوا بالله و ملائکته ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل. ای آنهایی که ایمان آوردید، ایمان آورید به الله عز و جل و به فرشتگان الله تعالی و به پیغمبرانش و به آن کتابهایی که به پیغمبر شما نازل کرد و آن کتابهایی که به پیشینه پیغمبران نازل کرد، همه هم به ایمان آورید. و در دوامش الله عز و جل که ومن یکفر بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر فقد ضل ضلالا بعیدا. کدام انسانی که به الله تعالی ایمان نآورد، به فرشتگان الله تعالی ایمان نآورد، به کتابهای الله تعالی ایمان نآورد، به پیغمبرهای الله تعالی ایمان نآورد، به روز قیامت ایمان نآورد، در حقیقت گمراهی همین خیلی یک گمراه شده است که
دور گمراه شده است. یعنی کدام انسانی که اگر راه گم کند، یعنی نزدیکی و رفتگی باشد، گشت راه راست یافتنش ممکن. غیر خدا میگوید که فقط بلن بلالم بعیده، این آدم در حقیقت به نهایت سخت گمراه شده است که شاید گشت دیگر راه حق نیابد. بنابراین درباره این چیزا سخن کردن به نهایت مهم است. حتی الله عز و جل در قرآن کریم در سوره بقره امر میکند که قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا، بگوید ای مسلمان ها، ما ایمان آوردیم به الله تعالی و آن چیزهایی که الله تعالی برای ما نازل کرد، و ما انزل الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و ما اوتی النبیون من ربهم، ما ایمان آوردیم با آن چیزی که به پیغمبری ما نازل شد و با آنی که به ابراهیم نازل شد، با آنی که به اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط و به موسی و عیسی و ما اوتی النبیون و آن کتاب هایی که به پیغمبرها آمده شدگی بود، همش به ایمان آوردیم. لا نفرق بین احد من الرسل، بین پیغمبرهای خدا ما جدایی نمی اندازیم. نمی گویم که گپی فلان پیغمبر قبول میکنیم، گپی فلان پیغمبر قبول نمیکنیم. نمی گویم چه خیلی که دیگر دیندارها پیغمبر خودش اعتراف میکند، دیگر پیغمبر اعتراف نمیکند و اعتراف میکند. دین مبین اسلام میگوید که ما همه پیغمبرهای اکرام میکنیم. کتاب در لغت عرب اصلا از کلمه خط یا خط دوختن معناش گرفته شده. دوختن برای چی کتاب معنای دوختن گرفت؟ برای آن که وقتی که در ورق یک چی نویسته می شود و بالای این ورق به دیگر ورق جمع می شود، در آخر همه همونه جمع می کند و می دوزد، همون بیان همونه کتاب نامیده شد. اصلش یعنی دوخته شده، از کلمه دوختن گرفته شد. لیکن سپس یعنی مجازان به هر چیزی که به ورق نویسته میشد خط، ما میگویم که خط، همون خط اصلش از کلمه خط یا خط دوختن گرفته شده. خط معناش دوختن اصلش. لیکن وقتی که کتاب ورق ها جمع میشد و آخر به دوخته میشود، از همین کلمه گرفته شده. حتی اگر یک ورق به یک جمله گپ نویسته باشد و هم کتاب نامیده میشود. در سوره نمل خدا در حق ملیکه سبع، پادشاه سبع بلقیس فتگی زنان نقل میکند که قالت یا ایها الملأ انی القی الی کتاب کریم، میگوید که زنان پادشاه ای قوم، میگوید من به یک کتاب کریم آورده شد، یعنی یک مکتوبی به نهایت عجایب آورده شد. کتاب گفت و یک ورق بود. با وجود همین پادشاه یمن گفت که من به یک کتاب آمد. گفت دومش گفت که انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم الا تعلو علی و اتونی مسلمین. همین کتاب معناش میخواد که این نامه از سلیمان است و این نامه در بر میگیرد یا شروع میشود بسم الله الرحمن الرحیم کتی و دوامش الا تعلو علی و اتونی مسلمین، من به کلانگری نکنید، مسلمان شده پیشم بیایید. این گفت سلیمان با پادشاه یمن و پادشاه سبا که کلانگری نکرد آمد مسلمان شده بیا. یعنی همین یک جمله زنه گفت که اینی القیه ایلی کتاب، من به کتاب آمد. گفت بعد اینکه اصلا کتاب از ورقهای بسیار عبارت بود، سپس در لغت عرب مجازن به هر چیزی که نویسته می شود و خط که مکتوب می شود همونه چی؟ کتاب گفتم. و اصل کلمه کتاب الجمع و ضم، جمع کردن و ضم کردن می گوید، برای اینکه یک کتاب به یک چند حرف های و کلمه های و جمله ها وقتی که در یک جا یک مسئله های و گوناگون حکایه و نقل ها جمع می شود، هم بیم کتاب نامیده شد. اما در شریعت اسلام کتاب های الله تعالی این سخن های پروردگار است، آن سخن هایی که الله عزوجل برای هدایت بشریت، برای راهنمای بشریت، برای مردم به راه راست نشان دادن و یکی از
مقصد خلقیت انسان ها همین است که الله عز و جل میگوید که لیبلوکم ایکم احسن عملا. الله عز و جل حیات خلق کرد، موت خلق کرد، انسان به دنیا می آید، بعد عجلش به آخر رسیدن از دنیا می گذرد، لیبلوکم، تا اینکه الله عز و جل شما امتحان کند که کدام شما گفته خدا کتی عمل میکنید و کدام شما گفته خدا کتی عمل نمیکنید. وقتی که برای امتحان که هست نزول کتاب ها و برای هدایت بشریت که هست، همه کتاب ها اصلا همین مقصدی الله عز و جل از فرستادن کتاب ها همین است. و الله عز و جل پیغمبرها را فرستاد و همراهی پیغمبرها کتاب ها را فرستاد. همگی چقدر کتاب نازل شده است غیر الله عز و جل دیگر کسی نمیداند. برای آنکه الله عز و جل در قرآن کریم برای ما 4 کتاب نقل کرد و بعض صحیفه های نقل کرد، اگر صحیفه های ابراهیم و صحیفه های موسی، هر دوشم صحیفه گوییم و صحیفه موسی این تورات نه، این غیر تورات بود دیگه، موسی و صحیفش بود گوییم، 6 کتابش الله عز و جل در قرآن کریم نامش گرفتگی است. لیکن اگر همون صحیفه های موسی همون تورات بود گوییم، اگر 5 کتاب الله عز و جل در قرآن کریم ذکر کرده است، یکی تورات که این کتاب به موسی علیه السلام نازل شده بود، دیگری زبور که این بعد تورات به داوود علیه السلام نازل شد، برای اینکه داوود از موسی علیه السلام دیر آمدگی هستند، و به عیسی علیه السلام الله عزوجل انجیل فرستاد، و به ابراهیم علیه السلام نام کتابش نماند، لیکن گفت که صحیفه های ابراهیم، این گفت فی صحف ابراهیم و موسی، در سوره اعلا خدا میگوید که این سخنها در کتاب های پیشینه هایم بود، در صحیفه های ابراهیم و در صحیفه های موسی هم این چی وجود داشت گفت، لیکن خدا نامی کتاب ابراهیم نام خاص نماند، گفت که صحیفه های ابراهیم، صحیفه های ابراهیم، تورات، زبور، انجیل، این 4 قرآن کریم 5 این 4 قرآن کتابهایی که پیش از قرآن نازل شدگی بود، اینها مباشرتاً کتاب یکباره نویسته شدگی به دست پیغمبراش می آمد، تیار نویستگی الله عزوجل فرستادگی به واسطه جبریل علیه السلام. اما قرآن کریم الله عزوجل آیت آیت در مدت 23 سال نازل کرد. قرآن کریم حتی در زمان پیغمبر صلی الله علیه وسلم در یک جا همچون کتاب جمع شدگی نبود. قرآن در زمان حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه جمع شد، برای آنکه در زمان پیغمبر صلی الله علیه وسلم همه قرآن از زبان پیغمبر حفظ میکردند و خود رسول الله نویسته نمیتوانستند و خوانده نمیتوانستند. و ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخط بیمینک، تو پیش از قرآن ما نازل کردن تو کتاب خوانده نمیتوانستی، رسول الله خطاب میکند، و دست راست کدی نویسته هم نمیتوانستی، یعنی مقصد از دست راست اینجا، یعنی مطلق تو دست کدی نویسته نمیتوانستی، یعنی پیغمبر چه قیلی که در صحیح گفتم که این نه امتون امیون، ما یک انسان های امی، لا نقرأ ولا نکتب، خوانده هم نمیتوانیم نوشته هم نمیتوانیم. برای چی الله عزوجل پیغمبرش خوانده نمیتوانستگی و نوشته نمیتوانستگی کرد؟ تا اینکه یهودا نگویم که این خوانده نوشته از کتابهای تورات و انجیل و زبور از کتابهای ما دزدیده، خودش کتاب نو اختراع کرد، تا اینکه همین خیل نگویم گفته الله عزوجل چی کرد، پیغمبرش همین خیل امی گردانیده بود، نوشته نمیتوانستم، خوانده نمیتوانستم. اینم یکی از معجزه های پیغمبر بود که یک سخن میکردن که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، سخنی که پیغمبر تلاوت میکردن، خدا میگه که این قرآن اگر ما به کوه نازل میکردیم، کوه میدیدی که پاره پاره میشد از ترس پروردگار. بنابراین وقتی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم قرآن قرائت میکردن، کدام عربی که کم انصاف داشت همون زمانا به یگانگی الله تعالی و به حقیقت پیغمبری حضرت محمد علیه السلام ایمان می آورد.
برای آنکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم در حدیث مبارک گفتند که هر یک پیغمبرها الله عزوجل معجزه ها دادگی بود، همون معجزه هاش همون معجزه ها که مردم دعوت میکند، لیکن آن چیزی که برای من داد این وحی بود، یعنی این تلاوت میشدگی چیز بود و این تا روز قیامت هست. پیغمبر وفات کردن لیکن معجزه پیغمبر وفات نکرد. امروز اگر کدام انسانی که قرآن با زبان عربی مبین عربی واضح کته اگر میخواند، اگر کمی انصافش باشد که باید اگر سرخم کند کلانگری نکند، باید ایمان بیارد این قرآن ده. باید یگانگی الله عزوجل و ایمان بیارد. پیشینه کتاب ها به هر یک زمان موافق بود، لیکن به دیگر زمان شاید موافقت نمیکرد که الله عزوجل آنهای حفظ و حمایش به ذمه خود نگرفت. یگان کتاب را الله عزوجل غیر قرآن کفالت خودش به نگرفت که همین کتاب من محافظت میکنم نگفت. هم زمانی مثلا آدم علیه السلام انده آدم علیه السلام به نکاح کردنی دختری پسرشان درست بود، یعنی نبیره پسرشان، نبیره که از پسرشان شده که مثلا دختره نکاح کردنشان درست بود. برای هم که الله عزوجل آدم یک حوای با خلاص دیگر زن نبود و یا چه میکرم از نسل خود خاندار میشدن و این دیگر شریعت ها حرام است مثلا نبیره خود خاندار شدن و بنت البنتی و بنت الابنی مهما نزله، یعنی انسان برای وی در شریعت ما حرام است نکاح کردن آنهایی که از او تولد می شود، مثلا نبیره دختریش، نبیره پسریش، همین های دختراش مطلق برای بابایش حرام از گرفتن می تواند، اگر چنده که 7 پشت و 8 پشت باشدم چه خیلی که مادر و آچه هاش خاندار شده می تواند. لیکن در شریعت آدم درست بود، برای اون که آدم کم بود اون زمان، یک آدم و یک هوا بود و خود فرزندان آدم علیه السلام هم هوا در یک شکم 2 کودک تولد میکرد، یک پسر و یک دختر، دیگری شکم آنه با یک پسر و یک دختر تولد میکرد، دختری دویوم شکم پسر یکم شکم به پسر یکم شکم به دختری دویوم شکم خاندار میکرد. لیکن شریعتی مانده این درست نیست که اگر یک انسان یک پسر دو دختر دار شود دویوم شکمش این به خاندار کند. حرام از خاندار شدنی چیها؟ خاندار شدنی خواهرها. حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم، حرام است برای شما خاندار شدن مادراتان، دختراتان و خواهراتان، حرام است. لیکن در دیگر شریعت وقتی که ضرورت کی بود حلال بود، سپس بر باقی مانده شریعت ها حرام گشت. مثلا در زمان موسی علیه السلام یک انسان با 2 خواهر خاندار شدن درست بود. موسی علیه السلام 2 دختری شعیب خاندار شدگی یک باره، لیکن در شریعت ما خدا گفت که در سوره نساء و ان تجمعوا بین الاختین، و برای شما حرام است جمع کردن 2 خواهر در زیر یک مردک نکاح به. لیکن همه وقت به درست است که اگر وفات کند خواهرش وفات کند دیگری خواهرش گرفته می شود، یا اگر یکم خواهرش به طلاق دهد دیگرش گرفته می شود در شریعت ما، لیکن حد دوش یک باره درست نه در شریعت ما. من دید در دیگر شریعت ها حلال بود، در شریعت ما حرام است. لیکن مثلا شریعت ها همش از جانب الله عزوجل فرستاده شده گی. یگانه ذاتی که شریعت های تمام می نمودی شریعت های فرستاد این الله عزوجل خودش و مقصد الله عزوجل معلوم. اساسی دعوتی تمامی پیغمبران این یگانگی الله عزوجل و عبادتش بست. یا قومی اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، همه پیغمبرا شعیبم صالحم هودم دیگر همه پیغمبرا میگفتن که یا قوم اعبدوا الله، ای قوم من الله تعالی عبادت کنید، ما لكم من اله غيره، دیگر شما خدای حقیقی ندارید، یگانه الله عبادت کنید. که همه پیغمبرا دعوت میکرد. پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگویند که این معشر الانبیاء اخوتون اللاتون، ما جماعت پیغمبرا فرزندای کنداش ها هستن میگویند. این یک مردکند 4 زنش های مثلا هر یک 4 بچه از 4 زنش بچه ها شاید بچه های همون در شریعت اسلام
اخوه لعب میشد، یعنی اینا برادر هستن، پدرها یک مادرها دیگر، یعنی اینها میراث همدیگر میخورن، اینها برادر، اینها اوگه گفته کلمه خطا است در شریعت اسلام، اینها همه برادر همدیگر هستن، اینها میراث میخورن. ما میگم پیغمبر ها همه ما مانند همین هستیم، دین ما یک است، مادران ما گناگون است، شریعت ما گناگون است، دین ما یک، دعوت به یگانگی الله عز و جل میکند، همه شریعت هم همه پیغمبر ها مردم از خدا ترسی و از آخرت از روز قیامت ترسیدن به وصیت میکردن، مردم خاطر رسانی با روز قیامت میکردن. نوح علیه السلام گفتن که پروردگاری که شما از خواب براورد با گشت خواب بر میگرداند، یعنی در باره قیامت گم زدن. همه پیغمبر ها این جانبه یک جانبه عقیدگی بود و مثلا نماز بر همه شریعت ها بود و اوصانی بالصلاه و الزکات ما دمت حیا. عیسی میگن که من الله عز و جل وصیت کرد به نماز و زکات مادامی که زنده هستم. موسی علیه السلام و السلام خدا گفت که اقیم الصلاه لذکری، نماز و برپا دار. ابراهیم علیه السلام دعا کردم که رب لیقیم الصلاه، پروردگار فرزندای من نماز خوانند. گفت همه پیغمبر نماز میخوندن، روزه هم بود. الله عز و جل گفت که در سوره بقره یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ای مسلمانان، برای شما روزه فرض شد، چه خیلی که پیشین ها روزه فرض بود، دلالت فقط که روزه همو فرق میکنه. مثلا در شریعت های گذشته وقتی که آفتاب غروب کرد آنها افطار میکردن و اگر خوابشون برد، اگر همین که پگاه تا وقتی غروب آفتابه چیزی نمیخوردن، مادامی که اگر بیدار باشن برای آنها حلال بود، خانداری کردن، خوردن، نوشیدن حلال بود. لیکن مثلا ساعت 11 12 وقتی که خواب کرد، علکه همین که سحری خوردن برای آنها حرام بود. لیکن شریعت ما بعد همین غروب آفتاب تا طلوع شمس، تا طلوع فجر، تا دمیدن صبح خوردن حلال است. این از شریعت های دیگه فرق میکنه. نماز خانه های ما هم اسلوبش از دیگر شریعت های فرق میکنه، لیکن همش یک نماز است. روزه هم میداشتن، حج هم میکردن بعد زمان ابراهیم علیه السلام. در حدیث آمده است که موسی علیه السلام حج کرده، یونس علیه السلام حج کرده، بعد ابراهیم هر یک پیغمبری که آمده باید حج مشروع بود. بنابراین فقط فرقیت بین جزئیات شاخه های شریعت ها فرق میکند، لیکن اصل شریعت اساسی این یگان در بین شریعت ها چی فرق نمی کند، همش یگانه دین الله عز و جل است، دعوت به راه راست می کند، دعوت به خدا ترسی می کند. همین خیر الله عز و جل کتاب های فرستانید و کتاب های پیشینه الله عز و جل چه خیلی که ذکر کردیم بر ذمه خود محافظت چه نگرید، برای آنکه شاید باید کتاب ها به یک زمان موافقت می کرد به دیگر زمان موافقت نمیکرد. چخیلی که ذکر کردیم قصه دختر داریم آدم علیه السلام چخیل دختراشون پسراشون به خانه دار میکردن، حوی دیگر زمان مطابقت نمیکنه، وی همون زمان به ضرورت داشت، الله عز و جل برای آنها اجازه داد. و این چونین شریعت تورات شریعتی بسیار وسیع تر است در بین بعضی شریعت ها. شریعت عیسی علیه السلام مکمل کننده شریعت تورات هستند. همه بسیار مسئله ها عیسی علیه السلام مردم احاله به تورات میکردن، میگفتن که به تورات برگردید. بسیار چیزا داشت در انجیل و احل لکم بعض ما حرم علیکم، میگفتن که بعضی چیزهایی که تورات حرام بود عیسی علیه السلام شریعتشون حلال بود، فرقیت میکرد. برای آنکه الله عز و جل در شریعت تورات بعض چیزای حلال هم حرام گردانید، مثلا الله عز و جل شطور حرام گردانید برای یهودی ها، برای اینکه خود اسرائیل یعنی یعقوب علیه السلام یک نظر کرده بودم که اگر من صحت سلامت شوم بعد بیماریم، بهترین یعنی گوشتی که دوست میدارم گوشت شطور است و شیر شطور را نمیخونم. گفتم نظر کردم فرزندای اسرائیل با الله عزوجل ملزم لازم گردانید که دینی با باهاشون که عمل کند حرام گردانید، باشد گوشت شطور ضرر ندارد برای انسان، حلال است. و این چنین الله عزوجل ذلک جزایناهم ببغیم، بعضی چیزهای حلال حرام گردانید یهودی ها، گفت که ما این خیر کردیم، یعنی چیزی حلالی پاکی فایده میگرفته که حرام کردیم، بس به ظلماشون گفت.
و الله عز وجل در دیگر جای قرآن گفت که فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم، و به سبب ظلم یهودی ها بعضی چیزایی که برای آنها حلال بود و یا حرام کردیم میگفت، مثلا روغنی گوسفند، روغنی گاو، این خلای برای آنها حرام گردانید، لیکن شریعت ما وصف کرده میواد که و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. پیغمبر صلی الله علیه و سلم مسلمان ها فقط چیزهای پاک، چیزهایی که برای فایده آنها هست همه آنها حلال میگرداند، و هر چیزی که خبیث پلیت است ضرر شای برای بدن آنها، برای سلامتی آنها، برای معنویات آنها ما وای حرام گردانیم. بود پیشین شریعت های خیلی بود، لیکن شریعت اسلام با هر چیزی که برای فایده بشریت است حلال گردان، هر چیزی که ضرر دارد حرام گردانید، لیکن پیشین شریعت های همچون جزا چیزی طبیعتشان میکشته که حلال و پاکم حرام گردانیده بود به سبب ظلم هاشان. و الله عز و جل این قرآن کریم آخرین کتاب، بعضی روایتان در خود تفسیر اول و یوم محمد امین شنقیطی رحمت های خدا و به حضرت ذکر کردن قولی حسن بصری که گویا که گفته باشند که الله عز و جل 104 تا کتاب نازل کرد، همین 104 تا کتاب علمشه درنی همین 4 تا کتاب به داخل کرد، یعنی تورات و زبور و زبور و انجیل و قرآن با. و همین سیتی دیگه کتاب قرآن کریم به جایگیر کرد، بلکه یک حدیث هم پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگم که هفت سوره های دراز هم بود که چیز تورات هم بهای و می این سوره هایی که صد آیت صد آیت است و با الله عزوجل این زبورانگی جایگیر کرد، و سوره های مفصلات به الله سوره های مفصلات یعنی بعد قاف می آید، یعنی همون کتاب انجیل جاگیر کرد، و ما باقی ماندگی سوره ها که قرآن دیگر کتاب ها افضل شد، یعنی قرآن کریم محاسن نیکی های تمام کتاب های گذشته جمع کرد و از آنها با بالا گذشت، هر چیزی که در کتاب های آنها نیک هست در کتاب ما هست، و هر چیزی که در کتاب ما از نیکی ها هست همش در کتاب آنها نیست، و بنابراین الله عز و جل این قرآن کریم محافظت کرد. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما این قرآن کریم نازل کردیم و ما این قرآن محافظت میکنیم. 1420 سال از بین گذشت، قرآن کریم تحریف نشد، یگان انسان یگان حرف زیاد کرده نتوانست تا این چقدر، و یگان انسان یگان حرف کم کرده نتوانست و نمیتوانم که آوره نشود، این قرآن الله عز و جل به حمایش گرفتگی. انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکه این قرآن آیات های است، معجزه است در دلی آنهایی که ایمان داده شدن. اگر تمام مصحف هایی که نوشته شده اگر همش سوال بنام دلی که در قاره های قرآن حفظ کردن علماء اسلام حفظ کردن و نمیتونن خاموش کرده و نمیتونن. به در یک حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلام الله تعالی خطاب کرد که ای پیغمبر من تو یک کتاب دادم که اینه ششته نمیشد آب کدی ششته نمیشد، پیش اینه کتابا من تخت چه می نویستم یا سنگ می نویستم، اگر نویستم می برام برای چی شسته نمی شد، برام که این در دلی بنده ها هست. اما پیامبر صلی اللہ علیه وسلم تک این انا جیل امتی فی صدوری ها، انجیل های امتی من در دلش هست گفتن، یعنی قرآن امتی من داخلش هم از آن آنها در کتاب ها بود، از کتاب ها می خوانه از یاد می کرده یا کم بود، لیکن در شریعت اسلام قاری های قرآن عالم های اسلام یکان انسان نیست که مثلا عالم باشد قرآن حفظ نکرده باشد، اولین چیزی که باید از یاد می کند قرآن کریم است. البته در مورد کتاب ها سخن کردن بسیار است، یعنی این دانستنی کتاب های الله عزوجل ضرور است، ما باید اجمالا فی الاجمال و تفصیلا فی التفصیل ایمان بیاریم، یعنی مجمل ایمان بیاریم که تمام کتاب هایی که الله عزوجل نازل کرده است ما باید باوری ماییم. دویومش تفصیلی، با تفصیل میگیم که تورات به من باوری ماییم، زبور به باوری ماییم، انجیل به باوری ماییم، صحیفه های ابراهیم به باوری ماییم، قرآن به باوری ماییم، همین ها حقیقتا از نزد خداوند کریم آمدگی است، اینا الله عزوجل به واسطه فرشتگانش و پیغمبرانش نازل کرده است، اینا من باور دارم ایمان دارم، لیکن ما میدونیم که تورات انجیل زبور اینها همش مبدل شدگی تحریف شدگی آنها تغییر دادن، برای اینکه خدا اینا حمایتش به گردنش بنگیره زمین خودش بنگیره آنها چیکردن
الله تعالی گردن ندارد، لیکن عصبی خطاگی هایی که بر زبان ما چی می شود جاری می شود، یعنی این سبقی لسانه، شاید یک کس می شوند و می گوید که به خدا گردن اثبات کرد، یعنی بر ذمه خود نگرفت، الله عز و جل بر ذمه خود نگرفت به حمایه کردن اون کتاب های، لیکن قرآن هم محافظت کرد، بنابراین آنها خداشان تغییر دادن نه دشمناشان. قرآن کریم دشمنان اسلام تغییر داده نمیتواند. اگر همشان جمع شوند، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بگوید پیغمبر اگر تمام انسان ها جمع شوند، فقط دشمنان اسلام نه، تمام انسان ها، انسان هایم جن هایم یک جا جمع شوند، سن یک تا همین سوره از سوره های قرآن این نعته اینو کل کوثر بوین، بلکه یک آیه از قرآن بوین بیاریم که جمع شون لا یاتون بمثل، آورده نمیتونن مثل قرآن، ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، اگر چرونه که بعضی آنها بعضشون یاردم چی شون، برای اینکه سخنی پروردگار است، هیچگاه سخنی مخلوقات ضعیفه که آنها را الله تعالی زبان داده است، آنها را الله تعالی عقل داده است، آنها مثل پروردگارشون سخن ایجاد کرده نمیتوانند و بعضی پروردگار، لیکن در کتاب های تورات و زبور و انجیل امروز ما کتاب آنها نمیخریم، کتاب های مقدس که شاید میفروشد یا هدیه میدهد نمیگیریم، نمیخوانیم، خاصتا برای شخصانی که عامی هستند، عالم نیستند، درست نیست کتاب های آنها خوانند، شاید شبهه فراید و دینی آنها در آید و از دین مقدس اسلام بخبر ماند، کافر شود، بنابراین کتاب های آنها خواندن درست نیست، آنها کتاب ها اصلا از جانب خدا بود، لیکن آنها با دست خودشان خداشون تغییر داد. مثلا در کتاب های آنها گفته شده است درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اگر محمد صلی الله علیه و سلم برایت ایمان بیارید، آنها میدانستن، خدا در سوره در قرآن کریم میگوید که یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، یهودای و نصرانی ها پیغمبر میشناسن چخیلی که پسراشون میشناسن، آنها حتی جای پیغمبر از کجا میبراندگیشن میدانستن، مدینه بود جای خرمازا آمده، یعنی از مکه برآمدن، لیکن از مدینه نامشون تمامی دنیا پهن شد، مکان ده مردم نمیفهمید، حالا حتی بعضی مدینگی ها بی خبر بود که محمد برآمده است، مگر بعضی آمده که پیغمبر مدینه آمده سنی فهمید بعدی 13 سال از مدینه پیغمبر آوازشون طرف دنیای همه یقو مشرق و مغرب پهن شد، همون با یهودا مدینه و کوچیده آمدن، حتی نامه های پسرشون محمد میموندن که همین اهین باشد الهی پیغمبر، وقتاش هم بدونستن پایده میگشن که همین شب و روز برآمدنش در کار میگفتن، وقتی که دیدن که از فرزندای اسرائیل نی، از فرزندای اسحاق نی، از فرزندای که هست، از فرزندای اسماعیل است، از عرب است، آنها سرکشی کردن، ملت چیگی کردن، ایمان ناوردن. مثلا در تورات الله عزوجل ابراهیم علیه السلام خطاب کرده میگه که ابراهیم یگانه پسرت در راه خدا قربانی کن میگو، اینجا در نظر دارد اسماعیل، آنها تغییر دادن، اینجا اسماعیل نه که نامش گرفته که نبود خدا در تورات، گفت که ای ابراهیم پسری یگانه در راه خدا قربانی کن، گفت یهودا اومدن و با میدونن که به اسماعیل هستن، مسلمان ها به اسماعیل میگن، با مسلمان ها همین تحریف یعنی تعویل نکنن، اسماعیل نگفته کلمه اسحاق در آوردن، کلمه اسحاق نبود، یک تا حرف هم در آوردن ممکنه کتاب خدا، اونها کلمه اسحاق در آوردن، یعنی گفتن که ای ابراهیم یگانه پسرت اسحاق در راه خدا قربانی کن شد جمله، لیکن آنها از بی سوادیشان باقی مانده تورات به اعتبار ردن که دیگه هر جای تورات هم به خدا میگه که ما اسماعیل و ابراهیم دادیم وقتی که عمری ابراهیم 86 ساله بود میگفت و اسماعیل اسحاق دادیم وقتی که عمر ابراهیم 90 ساله بود میگفت، وقتی که اگر این گپ اسحاق گم شد گپ خدا خطا بود که ای ابراهیم ما تو پسری یگانه تا امر میکنیم که قربانی کن، اگر اسحاق میگفت دوگانه است اینجا اسماعیل هست، آخر اینجا نفهمیدم اونم دیگر جای کتاب خداشون راحت زاست دیگه، همون واژه جا قرآن کریم بیان کرده میگه که لو کان ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، اگر قرآن کریم از غیر الله تعالی میشد
در قرآن کریم اختلاف های به همدیگر زیاد و بسیار میفتن. اینجا یک گفه میگوید، اونجا یک گفهش خودش بر عبد میزنن. این خیلی بسیار میبره، اونگه کتابی که انسان منویزد اصلا خیلی چیزا خالی نمیشه، لیکن کتاب، کتابی که الله عز و جل تنزیل من حکیم حمید نازل شده از جانب حکیم، ذاتی که همه جای همه چیز جای خودش میموند و حمید است، این بیگان خیلی لا یعطیه الباطل من بین یدهی ولا من خلفه، نه از پیشش یکان کتاب یا یکان گفت آمده قرآن تغییر داده میتوند، نه از قفاش، یعنی نه پیش از قرآن آمده یک کتاب با تغییر داده میتوند و نه بعد قرآن آمده یک انسان ها قرآن به تغییر داده میتوند. فتا الله عز و جل تعریف میکند. البته که وقت تنگ است، در باره کتاب های الله عز و جل سخن ها بسیار است، برای اینکه خود یک قرآن اگر دربارش گفت میزنم که 23 سال گفت نکن، چون خدا 23 سال به نازل کرد و بعضی تفسیرها تقریبا 30-40 مجلد. انشاءالله نصیب باشد در دیگر نوبت ها بیان میکنیم. لیکن خلاصه همه دین ها، خلاصه همه کتاب ها، الله عز و جل بیان کرده میگوید در سوره انبیاء، و ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. و ما ای پیغمبر توه و تمام پیغمبرایی که پیش از تو بودن همش به وحی میدادیم، یعنی کتاب نازل میکردیم، وحی نازل میکردیم، خبری خودمون میرسوندیم. چی گفته؟ لا اله الا انا، غیر من در این عالم دیگر خدای حقیقی نیست، یگانه الله تعالی از خدای حقیقی، دیگر آن بت و صنم و هیکل و درخت و سنگ و قبر و مرده و زنده و بالای دهقان و خضر و پیزیر و هر چیزی که مردم عبادت میکنند، این همش از دین مقدس اسلام انسان میبرارد. تمام پیغمبران نوح علیه السلام 150 سال دعوتشان به لا اله الا الله، ای مردم لا اله الا الله بید، غیر الله تعالی دیگر خدای حقیقی نیست، هیکل نپرستید، بود نپرستید، فقط الله عبادت کنید. همه پیغمبر را دعوت میکنه فعبدون، من عبادت کنید، یعنی همین گفی خدای پیغمبر را میرسانه. یعنی خلاصه قرآن کریم، خلاصه تورات و زبور و انجیل و صحف ابراهیم و صحف موسی و دیگر کتابهایی که خدا نازل کرد، این همش دعوت به یگانه الله تعالی عبادت کردن است. ما امروزها این سخنهای میگویم، تقریبا هر جمعه در باره یگانگی الله تعالی سخن میکنیم. با بعد ها حقیقت میگویم که برای چی شما دامله ها تشویقات نمیبرید، برای چی شما دینه نمیرسونید. دینه میرسونیم وقتی که گفتیم همونجه خودشان این کار میکنن، در جنازه صحبت میکنیم که بگیریه به مرده گریه کردن یعنی غضب خدای میبیارد، این گناه کبیره است، تقدیر خدا ناراضی است. گفته سخن میکنیم بدید 5 دقیقه میبرورد و وای داد افته داد میزند. من این گفه میگویم با بعدی که دعای خیر میشه به آخرش به ارباها یا پیرا مددگاه، یگانه یا این الله عز و جل یاردم میکنه که الله تعالی این پروردگار عالم در دشت و بیابان مونه پیش ما یاردم میکنه، نه پدر و نه مادر و تمام انسان ها یاردم کرده میتونه غیر الله عز و جل. بلا دور کن از سریم و بلای دور میکرده، امروز فرزنده های بعدی دامله هم به دفتشن به کزمه چاقه شای همه کزمه چاق نخواد بلای دور کنه، یگانه الله تعالی بلای دور کنه. پیشم به دیره یک دخترچه وارده بخشن کزمه چاقه شای چاقه از گفت همه چشم در آن دست میکسر شایی کزمه چاق چی وظیفش، چون این وظیفش اجرا نکره ساخی رفتم. اما مقصد اساسی شریعت این بیعقلی مردم بدن پلاسمتین چیز است، وای نخواد همون بلای دور کند، تا همین داره تلانفور نخواد بلای دور کند، تقی اص نخواد بلای دور کند، ایسیریق همون کلی گسپان در خانه ها میزنیم، در باله های در بازه گل های خاری نمیزنیم، نخواد همون ها بلای دور کند. اگر همه ها بلای دور میکرم شد تمام دنیا هم که قیمت باشه خریده آورده و خانه های خود میمانیم. اگر تو مار فایده میکرد قرآن خودش بهش میگشتیم، نه اینکه یک آیتشه کانو یکرهون التمائم کلا من القرآن و غیر القرآن. صحابه های کرام ابراهیم نخعی میگن که تمام نمودی تو مرا نگم بعد می دیدم، خواه از قرآن باشد خواه از غیر قرآن باشد، خواه انی مشرکا انی فالبنای جادوگرا که های کفر از برداشته گشتنش، لیکن انی دامله هایی که اگر نیسته می دادگان دامله بیه سواب
انا بایم گناه از برداشته گشتم. قرآن برای برداشته گشتم نه، برای خوندن، تلاوت کردن، معنی هاش فهمیده وای به عمل کرده، دیگر ها رسانیدن از قرآن منوش، نه اینکه برداشته گشتم حاجت خانه میدارد، جاهای افلاس میدارد، قرآن همراه خودش همه وقت بایشته میگرده تو مور وای بلا دور کن، این نه بلا دور کن، پروردگار این چیزا الله عز و جل خودش از همه انسان ها بلای دور میکند و خیرات می آوردگی رزق می آوردگی این همش الله عز و جل. امام اعظم تربیت نمیکنه، حالی هم مردم به ماشی میشنم امام اعظم تربیت کنه، الله عز و جل تربیت میکنه، الله عز و جل یگانه ذاته که از دستش همه کار می رب العالمین یعنی به سیدی مراتب الهم میخوانیم اصلا تفسیرش ندونستم معناش ندونستم امام اعظم تربیت کنه میگویم خدا میگه که رب العالمین الله از تربیت کننده عالمیان تمام عالم تربیت میکرده که ذات این الله تعالی است. این چیزا مهم است محترم جواد. اگر یک انسان ریشش در داخل اسلام سفید شود، پنج وقت نمازش در مسجد در جماعت باشد، قرآن از یاد آورد، شب و روز روزه دارد، ذکر کند، خدا ترس را از دنیا ترک کند و اگر خدا و یگان چیز شریک آوردگی باشد، لقد و ما خدا و پیغمبر خدا میگوید که پیغمبر خدا به پیغمبر صلی الله علیه و آله گفت و لقد اوحینا الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک. ای پیغمبر ما تو وحی داریم و پیشین پیغمبران وحی دادیم که اگر شریک بیاری تمام عملها بیهوده میشود. اگر آخری حیاتش به یک آدم مشرک شود، خدا و هستی خضر می یگان چیز هست دیگه بوی دیگه کنه، اگر شریک بیارد خدای هم فرصت ما بینش رو اومدگی نه از همه های هم فرصت بو عربای گذاشته کنه همین جنگه ها تربیت کنه گفت خدا شریک آورد همه عملاش نمازهای خواندگیش صدقه های کردگیش همش بیهوده میشه. خدا مشرک به ذره نظر نمیکنه. وقتی که امکی پیغمبر مشرک بود دین اسلام بلکه خدمت کرد، دین اسلام پیغمبر از مشرکان محافظت کرد، همین که یگان کس مثل ابو طالب پیغمبر به خدمت کرده شد لیکن از دنیا مشرک برد، پیغمبر صلی الله علیه و سلم لا استغفرن له ما لم انها تا مادامی که خدا منو من نکنه در حق عمکم استغفار میبردم، خدا گناه عمکم بخشد گفته دعا میکنم، گفته دعا کردم به سر کردم که الله عز و جل که ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین در سوره توبه. پیغمبر مؤمن ها درست نگی در حق مشرک در حق پلید در حق بونام افلاق آدم استغفار پرساد و این مشرک از کی که نباشد، اگر چنده که خدمت کرده که باشدم، اگر چنده که امک باشدم، اگر چنده که پدر باشدم، پیغمبر پرسیدن که پدری من دار، پیغمبر یک اولاد آمده گفتی پدری من دار کجا، گفتن که پدر در دوزخ، چون که دین اسلام نامده مردگی بود غمگین شده برفت که اینجا بیافتن پدری منم پدری توی هم در دوزخ هست، ندانستم مشرک بودم و پدری خودشون هم نجات دادم به چقدر ما این شما این نجات داده میتونم. بنابراین محترم جماعت این چیزا مهم است. ما اگر خدا ترس باشیم و این طرف شریک بیاریم دعاها ما غیر الله عز و جل پرسیم عملای ما همش با حج ما بیهوده صدقه ها ما بیهوده است. هم بنده بهترین انسان همون آدمی که از دنیا خدا پرست داشته میبرد غیر الله عز و جل یگان کس شریک نمیبرد. در حدیث قدسی الله تعالی میگوید که در سنن ترمذی آمده است حدیث انس رضی الله عنه الله عز و جل میگوید که ابن آدم ای فرزند آدم لو لقیتنی بقراب الارض خطایا اگر روزی من روز قیامت یک زمین گناه کردی من واخوری یک زمین همین زمین تا انان سما تا لجام آسمان اگر گناه کرده واخوری ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا سنی من واخوری من به یگان چیز یگان کس اگر شریک نواردگی باشی لأتیتک بقرابها مغفرتا یک زمین مغفرت میتیم گناهات همشه میبخشم مادامی که شریک نآورده باشی. این الله لا یغفر ان یشرک به الله عز و جل نمیبخشد کسی که الله تعالی شرک بیارد و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء غیر شرک دیگر کسایی میبخشد. محترم جماعت شاید بعضی مؤسفه ادا کلام سالا زبان شما اوضح شده که همین چیزا از مرده ها یاردن پرسیدن شاید اونها قطع نمیکنن نمیشه نیت نداره لیکن از دهنی دیگه کسا از یاد کرده گفتگی اینه تغییر دیم و نگویم که یک بچی جوان آمده امروز دین بوه و دادا بوه ها ما تغییر داده دادا بوه ها ما یگانه الله های عبادت میکن ما دین فالبینان ده برای اینکه در زمان شوروی عالم های کشتن کتاب های بردن فقط فالبین های بدبخت ها مونن ما اعمه ها دین گرفتیم برای اینکه کمکت یک شکل روحانیت داشتن دعا میکنن بخشیده میمونن مثلا کسر میخوانن مردم اعتقاد کرد که اعمه ها ملوفت اعمه ها گرفت تا بیروز در معرکه ها فالبین ها در بالا مینشست ما میدانیم این چیز حاضرم بعضی فالبین های بدبخت مردم معرکه هاش بخوار میکنن
همه ها ما دین گرفتگیم، دینی بابا ها ما این نسلیم، دینی فالبنا از مرده ها یاردن پرسیده، برای اون که خودی فالبنا از جین ها و از پیراش ها یاردن و مدد میپرسن. سبحانک اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرک و اتوب الیک.